و افتخار و نسب که ما فلان هستم، تو نیستی، بابی ما فلان بود، بابا کلان ما فلان بود، اینا کلش نفس انسان چاق می سازه. و یا افتخار در لباس که ما بهترین لباس دارم و یا بهترین بود دارم، بهترین موتر دارم، تو نداری، اینا کلش وسوسه های شیطان هستن و نفس انسان ای غذاها چاق می سازه. و یا که ایس برتربینی که خود برتر و بهتر دانستن نسبت به دیگه انسان ها، چهار جمله را که یاد داره، خود عقل کل بدانه و یا که دیگه انسان ها را اصلا هیچ به نظر نبیاره، ای غذاهایی هست که اگر توجه نشه انسان نفسش چاق می سازه و بالاخره این طرف همو شیطانیت و وسوسه های شیطان ای را با سرش زیادتر کار میکنه. هفتم، روح باید تقویه شود. روح انسان اون قسمی که نفس تقویه میشه، روح هم باید تقویه شود، برش باید غذا رسانده شود. مثلا تشنه میشی یک گلاس چای میگیری یا یک گلاس آب میگیری، گرسنه میشی یک غذا تهیه میشه، از غذا استفاده میکنی. اگر نفست یا روحت برش غذا نرسه، چی حالت برش میه؟ غذاهای مثبت و غذاهای منفی برای اون روح هم وجود داره، برای نفس هم وجود داره. غذاهای مثبت بر نفس چی هست؟ چی نفس انسان خوب میسازه؟ و چی روح انسان خوب میسازه؟ بنان یکی از غذاهای روح که برای روح انسان غذا برسه و انسان روحش بیدار شوه، روح زنده شوه، و چی هست؟ تفکر در مخلوقات خداوند هست، تفکر در عظمت خداوند هست، در بزرگی خداوند هست، که انسان ببینه طرف آسمان ها سیل بکنه که خداوند متعال چقدر قدرت داره، چقدر عظمت داره، که آسمان بدون ستون خلق کرده، ستاره های درخشان ببینه، ماهتاب ببینه، آفتاب ببینه، شب میشه، روز میشه. اینا همه آیات هستن، آیات هستن، نشانه ها هستن که اگر انسان تفکر بکنه روح ازی خوب شده میره، روحش تازه شده میره، در وجودش تقوا و پریزگاری پیدا میشه. و در برابر قدرت خداوند، در برابر عظمت خداوند علمی و عقلی مشکنه، خود بنده احساس میکنه، عاجز خود احساس میکنه، و بعدن چی میشه؟ ای فرمان بردار میشه نسبت به احکام خداوند. سر تسلیمی را وقتی که پایین کرد، اینمی بهترین بندگی امی است که انسان در برابر خداوند تسلیم باشه، در برابر احکام خداوند، در برابر ارشادات پیامبر اسلام، تفاخر و لباس و مسکن و بجای و لسان اینا نداشته باشه و یک بنده عاجز و یک بنده عاجز خود احساس بکنه و ای کمکش میکنه که به طرف تقوا و پریزگاری بره و وسوسه های شیطان کم میشه. ششم، راجع به احادیث پیامبر اسلام باید معلومات پیدا بکنه. احادیثی که راجع به شیطان وجود داره، راجع به وسوسه های شیطان وجود داره. اگر انسان قهر میشه چی باید بکنه؟ اگر انسان مریض میشه چی باید بگوی؟ اگر انسان نامید میشه چی باید بکنه؟ اگر در حالت تنهایی چی باید بکنه؟ در تمام مسائل ارشاداتی وجود داره، احادیثی وجود داره که مراجعه بکنه و احادیث محمد اسلام این وسوسه های شیطان دفع میسازه. نهم، توکل کردن هسته که انسان باید توکل داشته باشه به خداوند متعال. در راه تقوا و پریزگاری وقتی که یک نفر حرکت میکنه، ای را باید عقیده داشته باشه و باور داشته باشه که چالش ها در برابرش وجود داره، سختی ها در برابرش وجود داره. ای نامید نباید شود، بفهمه که خداوند متعال بهترین پناهگاه هست و توکل خدا به خداوند بکنه. چرا؟ وقتی که در راه خیر، در راه نیک حرکت میکنی، شیطان میخواد برات وسوسه ایجاد بکنه، ترس ایجاد بکنه. و دیگه کاری را که باید بکنه، نقش خلق در زندگی خود کم بسازه، نقش احکام الله را، نقش ارشادات پیامبر صلی الله علیه و آله در زندگی خود زیاد بسازه. اتو تصور بکنه که اینی کار خدا گفته و پیامبر گفته، اگر انسان ها خوش باشن، خفه باشن، من می کارم میکنم. اگر این معیار انسان ها قرار بده که من اینی کار بکنم، انسان ها چی خواد گفتن، این در حقیقتش نقش خلق، نقش مردم نسبت به احکام خداوند در زندگی خود برجسته ساخته و یکی از وسوسه های شیطان هست که همیشه شیطان اکثریت در گمراهی برده. انسان هایی که در طول تاریخ جامعه رو به طرف فلاح و صلاح بردین، اینا همیشه در اقلیت بودین. پیامبرها یک پیامبر روان شده، دو پیامبر، سه پیامبر روان شده، اما تمام انسان ها در گمراهی و بی خبری بودین. انسان باید همیشه نقش خداوند متعال،
نقش احکام الله را، نقش پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خود برجسته تر بدانه یا بسازه نسبت به فکر مردم که مردم چی فکر میکنن. ای مسئله نوم که وسوسه های شیطان دور میسازه. مسئله آخری، مسئله دهم، که از شیطان های انسی باید دوری بکنه. ای بسیار زیاد مهم هست که باید توجه شوه. اگر انسان دوستت هست، رفیقت هست، بچه کاکایت هست، بچه مامایت هست، هر کسی که هست، اگر تو رو به طرف فحشا دعوت میته، باید از او دوری بکنی. اگر تو رو به طرف منکرات دعوت میته، باید از او دوری بکنی. اگر تو رو به طرف قمار، به طرف شراب دعوت میته، باید از او دوری بکنی. اگر تو رو به طرف قتل و مردم آزاری دعوت میته، تو باید از او دوری بکنی. چرا هیچ انسان به شکل انفرادی این حق و این صلاحیت نداره که خون انسان بریزانه؟ همه بنده های خدا هستن. اگر تو را کسی به طرف قتل و طرف مردم آزاری تشویق و ترغیب میکنه، باید از او انسان ها دوری بکنی. اگر تو را به طرف بیدینی تشویقت میکنه که دین امروز به درد نمیخوره، از این انسان باید دوری بکنیم. یک جمله را که منفی را که گفت، فهمیدی که این آدم با ارزش های دینی آراسته نیست، از او باید دوری بکنی. هر کسی که هست، اگر میخوایی که خوشبختی نصیبت شوه، اگر برای دروغ گفتن یاد میته و کلاهبرداری را یاد میته، از او انسان باید دوری بکنی. اگر برات قانون شکنی را یاد میته، از او انسان باید دوری بکنی. چرا در هر سرزمینی که ما زندگی میکنیم، در اروپا هستیم، در امریکا هستیم، در استرالیا هستیم، در افغانستان هستیم، در هر نقطه زمین که ما زندگی میکنیم، باید از قانون پیروی بکنیم. اگر کس برای تو قانون شکنی را یاد میته که تو باید قانون شکنی بکنی، بنان از او انسان تو باید دوری بکنی. چرا؟ او در لشکر شیطان هست و میخواد برات مشکل خلق بکنه. ای راهی بود که با فضل خداوند و با توفیق خداوند، اگر ای را انسان بالای خود تطبیق بکنه، ان شاء الله از وسوسه های شیطان دور میشه و خداوند متعال بر کسایی که تقوا میورزن و پرهیزگاری میکنن و اینا چنگ در ریسمان بلاکیف خداوند میزنن و از محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن بدون قید و شرط، اینا کسایی هستند که پیروزی آخری و پیروزی همیشگی نصیب از اینا هسته. و دعا میکنیم که خداوند متعال از شر هر آن چیزی که خلق کرده ما را حفاظت بکنه، مخصوصا از شر وسوسه های شیطان، از شر انسان های شیطان نما و شیطان های انسان نما، ما را در سایه رحمت خود داشته باشه، دست ما را از دامن پرفیض قرآن کوتاه نسازه، فهم قرآن، درک قرآن و علم قرآن بر تک تک ما نصیب بگردانه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.